هشدار ملا ترخیل به هزاره ها. به نام خداوند بخشاینده مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. هشدار ملا ترخیل به هزاره ها. ملا ترخیل اگر برای من اجازت داده شود، در ظرف یک هفته تمام هزاره های باقی را در افغانستان سرکوب و به خارج از مرزها فرار خواهم داد. من منتظر امر هستم و هزاران تن سر به کف منتظر امر من هستند. روزنامه اصلاحات در برگه فیسبوکش می نویسد: پایمردی ربانی ستوده نیست. ربانی بسته پیشنهادی رئیس جمهور غنی را رد کرده است. ناگفتن قدرت می خواهد که نوشی از اعتماد به نفس و محاسبه درس سیاسی باشد و این دو شاخصه در موضوع گیری ربانی مشهود است. اصلاحات کابل منبع از ارک و حزب جمعیت اسلامی می گویند که صلاح الدین ربانی یک بسته پیشنهادی رئیس جمهور محمد اشرف غنی را رد کرده است و بر ایجاد یک نظام سیاسی نامتمرکز تاکیده است. بر اساس اطلاعات که در اختیار روزنامه اصلاحات قرار گرفته، در این بسته پیشنهادی افزون بر وزارت خارجه، وزارت‌های معارف و صحت هامه، ولایت‌های بدخشان، بلخ و هرات و سفارت‌های افغانستان در امریکا که و قدر نیز به جمعیت اسلامی پیشنهاد شده است، صلاح الدین ربانی در پاسخ به این پیشنهاد رئیس جمهور غنی گفته است: تا زمانی که نظام متمرکز ریاستی به نامتمرکز صدارتی تبدیل نشود، جایگاه و صلاحیت‌های نخست وزیر در قانون اساسی تسجیل نیاید، جمعیت اسلامی حاضر به مشارکت بی‌معنا در حکومت نخواهد بود. در همین حال فخرالدین قاری‌زاده، مشاور صلاح الدین ربانی، در دوره وزارت خارجه به روزنامه اصلاحات می گوید که جمعیت اسلامی در شرایط حاضر تمام تلاش های خود را بر تامین صلح معنادار و دائمی متمرکز نموده و تمایلی برای تصاحب کرسی های کابینه ندارد. آقای قاری‌زاده تاکید کرده که جمعیت اسلامی تا زمانی که نظام ریاستی به پارلمانی تغییر نکند، قانون اساسی تبدیل نگردد، والیها انتخاب نشوند، جایگاه نخست وزیر و توزیع برابر قدرت و ثروت ملی در قانون اساسی تسجیل نگردد، بر مبنای هیچ توافق سیاسی وارد حکومت نمی گردد. این در حالی است که بیشتر منبع از احتمال عزل محمد حنیف اکبر وزیر امور خارجه کشور از سوی رئیس جمهور خبر داده اند. اما ارک وزارت امور خارجه تا اکنون به گونه رسمی در این مورد از خود واکنش نشان نداده اند. محترم امرالله صالح در صفحه فیسبوکش می نویسد: اول، دکتر بشیر ساکی با نمایندگی از وزارت صحت عامه به جلسه ششمی برای توضیح در باره زباله های تولید شده توسط شفاخانه های خصوصی جهت وضاحت بیشتر در این باره دعوت شده بود، زیرا این نوع زباله ها برای محیط زیست به یک مشکل جدی تبدیل شده است. گزارش رسیده است که از بین بردن زباله های طبیعی هزینه بلند ضرورت دارد و برخی از این شفاخانه های خصوصی در این قسمت درست همکاری نمی کنند و تمام شفاخانه های خصوصی کابل
هشدار داده می شود که اگر زباله های طبیعی تولید شده خود را مطابق به معیارهای معین آن محبوب و حریق ننمایند، وزارت صحت عامه به آنان برابر قانون و مطابق به قوانین صحی برخورد خواهد کرد. زباله های طبیعی عمدتترین کثافاتی است که به آسانی در طبیعت از بین نمی رود، چه بسا که مشکلات صحی بعدی را به همراه داشته باشد. روز قبل هم در این روابط نوشتم از این که در مورد سوزاندن زباله های صحی شک وجود دارد. کمال‌الدین کاکر به نمایندگی از اتحادیه های دواسازی خواسته های مشخص این اتحادیه را ارائه نمود. اتحادیه فابریکات دواسازی در روابط با 15 قلم دواهای تولیدی و جلوگیری از ورود داروهای مشابه به آن از خارج کشور تقاضای همکاری نمود. این موضوع در هیئت صلاحیت های جلسه ششمین نیست و ما آن را به وزارت صحت عامه کشور ارجاع می کنیم تا اقدام نماید. در حال حاضر 73 فابریکه تولید دارو در کشور جواز فعالیت دارند، اما تعداد از این فابریکات به دلایل گوناگون غیر فعال هستند. وی می گوید قاچاقبران برای انتقال داروهای خارجی از شیوه های مختلف مثل تغییر نام در لیبل و کارتن دواها استفاده می کنند. ما در قسمت جلوگیری از قاچاق این نوع داروها همکاری این اتحادیه را می خواهیم تا شبکه های قاچاق این نوع داروها شناسایی شوند و همچنان از اتحادیه دواسازی حمایت همه جانبه صورت خواهد گرفت. سیام، در 24 ساعت گذشته دو واقعه توریستی در کابل رخ داده است که در نتیجه آن سنی فرزند میوان سنگ جان باخت و حلی فرزند حواز به شهادت رسید. دشمن به هیچ چیز و هیچ قومیت رحم نمی کند. در این حوادث 5 تن مجروح شدند که برای آنان صحت و سلامت می خواهیم. در واقع بعدی بر اثر انفجار ماین چسبکی در ناحیه 11 متاسفانه توران عبدالله فرزند محمود شهید شد که قضیه تحت پیگیری است. ما به تمام خانواده های شهدا تسلیت می گوییم و یک بار دیگر حمایت دولت را از خانواده های این شهدا اعلام می کنیم. آنها به گردن ما حق دارند. از خانواده های آنان دلجویی خواهیم کرد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.